به نظر می آید همه راه ها برای رژیم بنیادگرا و ارتجای ایران تنگ شده است و او به چشم خود می بیند که دشمن قسم خورده آنها یعنی سازمان مجاهدین خلق تلاش خستگی ناپذیری برای سرنگونی او دارند و او در حال حاضر از طرف جامعه جهانی مورد استقبال قرار گرفته است و حمایتش را در مسیر آرمانی که به آن باور دارد را کسب می کند. این رژیم هیچ راه و روشی برای فشارهای سیاسی و تهدیدهایی که برایش مثمر ثمر باشد نیافته است، به همین دلیل به شیوه تهدید ویران کننده تری پناه برده است و در طی هفته اخیر دو بار مستمر به قرارگاه اشرف موشک شلیک کرده است. این امر اوج نگرانی و ترس این رژیم از چرخش جهانی به سمت موضوع اشرف و تبدیل شدن آن به یک مسئله جهانی را نشان می‌دهد. پناه بردن به موشکباران آن هم دو بار متوالی در عرض یک هفته توسط رژیم ایران علیه قرارگاه اشرف، بار دیگر ماهیت خصمانه این رژیم و عدم احترام او به حق حاکمیت عراق را نشان می‌دهد. طوری که انگار عراق یکی از مستعمرات یا ایالات‌های دینی او می‌باشد. ما در اینجا نمی‌خوایم درباره راه حل مسالمت‌آمیز مشکل قرارگاه اشرف صحبت کنیم، بلکه ما در صدد این هستیم که از موضوع نقض حاکمیت عراق توسط رژیم ایران و فعالیت‌های تروریستی آن صحبت کنیم که در برابر دیدگان دولت عراق روی می‌دهد، بدون اینکه اقدامی کند یا یک کلمه موضع بگیرد و حرفی بزند. پس درست این است که جهان بایستد و این رژیم را افشا سازد و او را متوقف ساخته و سرانگشتان او در خاک عراق را قطع نماید و تحرکات مشکوک او به ویژه علیه مخالفان ایرانیش را محدود سازد. آیا جهان در این راستا گام برخواهد داشت؟